أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما در این مدت مصیبت ها دیدیم مصیبت های بسیار بزرگ و بعض پیروزی ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ بود مصیبت های زن های جوان مرده مرد های اولاد از دست داده طفل های که در از دست داده من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میافتد سنگینی در دوشم پیدا میشد که نمیتوانم تاب بیارم من نمیتوانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدند ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهد پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است برای اینکه ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد بسیار خوب اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند رأی اونها برای اونها قابل عمل است لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد
این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آقا محمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها